خب سلام بچه ها خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال گپ اسپورت پروژکت شاید هم فوتبال صحبت میکنیم و می‌خوایم در مورد بازی استقلال رو مسی کرما صحبت کنیم بازی که از هفته 18 جام لیگمون 3 به نفع استقلال تموم شد و استقلال تونست یه برد خیلی خوب به دست بیاره از این لحاظ تا قبل بازی خب میتونستید پرسپولیس دیوز مساوی کرد صد جدول از دست داد سپان رفته و صد نشین شده بود جفتشون 36 امتیازی بودن استقلال اگه این بازی رو میبرد سیوس سی امتیازی میشد از اونجایی که گلگوهر هم به سپان باخته بود میتونست هم خودش از گلگهر بکنه هم از اون طرف خودش رو نزدیکتر کنه به صد جدول پیش پرسپولیس و سپان که همین اتفاق هم افتاد تنها چیزی که یکم کم شاید میتونست به تباشه با سه استقلال تفاضلش بود که حالا اونقدی مهم نیست ولی بازم خب ممکنه در ادامه را به ذره استقلال تمام بشه استقلال هم تفاضل گلش 9 پرسپولیس 14 سپاهان 17 سپان خیلی گاوه واقعا فصل و از اون طرف مثل کرمان رو هم داشتیم تیمی که توی پنجتا تا بازی اخیر خوش فقط یه دونه برد داشت سه تا باخت و یه دونه مساوی و مثل کرمان هم قبل این بازی 14 امتیاز داشت فقط رتبه 14 بود و 4 امتیاز فقط با منطقه سقوط فاصله داره مثل کرمان و قبل از این بازی خب شرطش اینجوری بود اگه این بازی رو میتونست امتیاز بگیره یک هم شرطش بهتر میشد گرچه که با زبانی که رتبه 13 هم فاصله اش زیاد است و بچ پایین و از این لحاظ این بازی میتونست حسابی با صحت دو تا تیم مفید باشه و استفاده لازم رو ببره و این بازی رو پیروز بشه با سه تا گلی که گل اولو مثل که امان زد اول گلار مرور کنیم اتفاقی تو بازی افتاد این بود که گل اول مثل کرمان زد بعدش مهدی قائدی زد یعنی روی حرکت خیلی خوبه مهدی قائدی که روز خوبش بود در موردش حالا صحبت میکنیم گل زد استقلال بعدش دوباره یه گل دیگه استقلال زد و گل سوم رو که استقلال زد دقیقه آخر بازی یه دونه مثل که ما یه کاشته خوشگل بازیکنشون زد کاشته محکم به سب شما میده ابراهیمی که اون زمان خودش پشت ما استقلال بود میزد زاویه موافق یه نه از اون گل زد ولی خب فایده نداشت مثل که ما بازی رو دست فقط فقط تفاضل استقلال خراب کرد مثل کرمان اما عمال در مورد دروازه استقلال صحبت کنیم که رضایی این بازی باز هم توی گل بود که خب میدونید حسینی مصوم چند تا بازی رضایی وای میسه بعد از بازی با سپاهان بود که دقیقا دوباره شروع شد شایعات این که شما دارین کمکاری میکنیم بعضی بازیکنان بازی باز دارن کمکاری میکنن مجیدی برگرده و این چیزا علیرضا رضایی خوش که از متهمان ردیف اول بود چون که اصلا خیلی بهش میگم پسر فردمجیدی چون فردمجیدی بود که سال پیشون آوردتش به استقلال و بهش هم بازی میداد حالا دروازبان اصلی که حسینی بود توی تیم مجیدی هم ولی به عیزا هم بازی میداد سعی کرد بهش بازی بده تا حد ممکن و انصافا هم بازی خیلی خوبی از رضایی من دیدم یعنی مطمئنم حواد استقلال هم سال پیش خیلی راضی بودن ازش ولی بازی با سپاهان اتفاق افتاد اون اشتباه خیلی بدو کرد و باعث شد امیدم یه سوپر گل بهش بزنه سوپر گل که نه قشنگ رضایی توپو کرد تو گل خودشون و بعد از اون بازی بود که شایعات اوج گرفت آقا اینا هم کم کاری میکنن استقلالی رفتن جلو تمرینشون نمیدونم چی میگن بنر گرفتن که تو تیم ما جا نداره این چمچین بازی کنه در ادامه این اتفاقات که سیاوش یزدانی از استلا کنار گذاشته شد که ما با سینا صحبت کردیم گفتم گفتم شاید اصلا یه حرکت از سمت سابینتو بوده که یه جوری مثلا به بقیه هشدار بده که آقا حواس جمع کنه تا اگه این کارم نکنی اصلا به فکرت هم خطور نواد کنه که بخوای تو تیم من این کارو کنی و عزا عزا این بازی هم بازی اشتباهی بد داشت گل اول مثل کرمان یه چیز عجیب غریب می بود حالا رفتید تونستید برید ببینید من دیگه به خاطر کپی رایت نمیتونم بزنم تو این ویدیو یه حرکت سم عجیب غریبی کرد عزا عزا گل اول مثل تقدیم کرد بهشون اونم زدن تو گل ولی خب توی ادامه بازی شانس آورد که برگشت دیگه استقلال و دوباره من مطمئنم که عوادر استقلال راحت نمیذاشتن از ازار رضایی و بعد همونده درخشش قایدی هم صحبت کنیم قایدی خب اول فصل که اومد یادمون یه بازی اول شلو ملوان خیلی خوب بود اومد بازی رو تعویض اومد تو زمین بازی واسه استقلال در آورد بازی که گره خورد و تقریبا واسه استقلال و انزلی ولی بازی بعدی همشو نابود بود یعنی تو هیچ کدوم از بازی تاثیرگذاری رو نداشت بعد اصلا استقلالی برگاش میخته بود بابا این یه زمان یه تنه کار در می بود واسه ما تو تیم فرد مزیدی تیم روی میچرخید تاج محمود و این تیمش میبرد بالا الان این اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه و واقعا ساپین هم نامید کرده بود رو هم نامید کرده بود ولی این بازی و البته دو تا بازی اخیر بازی نیم فصل دوم بعد جام جهانی انصافا قاعده داره بهتر و بهتر میشه این بازی واقعا خیلی خوب بازی کرد یعنی فکر می‌کنم اگه مهدی نبود استقلال نمیتونست این بازی رو ببره گل اول یه فرار فوق‌العاده از یه تکل مثل کرمان بازیکن مثل کرمان در رفت اصلا من برگام گفتم این اگه می‌خورد به پاش میشکست ولی خیلی خوب توپ رد کرد در ادامه هم توپ فرستاد مثل کرمان بازیکن خودشون توپ به اشتباه کرد تو گل خودشون گل سوم استقلال هم مهدی حرکت خیلی قشنگ به سبک آقام آریان روبن کویر آورد رو راست الدو رو گرفت و, و گل تو گل خیلی گل قشنگی بود و در کل ستاره اولین بازی به نظر من مهدی قائدی بود از استقلال اون طرف محبی رو هم باید بگیم که اصلا نبود تو بازی یعنی بالکل یعنی هیچ صحنه ای از محبی آدم نمیاد این بازی کاری کرده باشه اگه شما یادتون باشه کامنت ها نیستید من هیچ چیزی ازش ندیدم نیمه اول که کلا گم بود نیمه دوم یه 15 20 دقیقه تو زمین بود ساپینو کشید بیرون پیمان بابایی آورد گفت آش تو حداقل بوی زای بودو ما که بدوه و اینم عجیب بود که برعکس بود در طول فصل هلندیه محبی میده قایدی کاری کاری نمیکرد امروز قاعدی درخشید محبی کاری نکرد و خب حالا استقلال فکر کنم اینجوریه اینکه حالا چی میشه یه روز اگه دو تا تو ما هم خوب باشید به کی برمیخوره دوست عزیز و یه سال دیگه که الان شاید مثلا واسه بعضی اون پیش بیانه که الان مثلا استقلال برگشته بود من حقیقتا احساس میکنم که یه کمی زوده در این مورد گفت چون خب ببینید الان دوتا تیم آخری که استقلال برده و خیلی هم خوب بازی کردن صافا هم جلوی مثلا خب تیمایی هم که نمیگم بد ولی خب در حد مثلا تیمی مثل فولاد که چرکه اذیت میکنه یا سپان پرسپولیس تراکتور تیمای درجه اولمون نیست واقعا اونجوری نیستم ملوان و مس و یه خوبی تو سطح هم سال پیش تو لیگ یک بودن و توی نیم فصل اول هم تقریبا برده راحتی جلوی این دو تا تیم به دست آورد البته که بود جلو جلو مس توی کرمان خیلی واقعا ارزشمند بود آخر بازی هم حاشیه زیادی شد شما حساسیت بازی اصلا میتونستی ببینی یعنی ریختن سر ساپینتا مسی هم خواستم بگم بزنن رسما اون واسه ساپینتا خواست هر سه اونا رو رفت جلو استقلال داد دستارو ما شرده و, و, و داد میکرد که آره من بردم و این چیزا و کلا بازی حساس بود ولی واقعا اینکه الان میخواد به یه اصطلاح برگشته به اوج یا اینکه بخواد الان مدعی قهرمان بدون یکم هم زوده بذارید یه خورده تنش بخور به تنهای سخت سخت سختتر, سختتر تو لیگ خودمون به تیمای سختتر بخور اون موقع میفهمم که واقعا استقلال نیم فصل دوم چیکار است و اینکه بعد یه ویدیو هم درست کردیم قبل لایو استریم که رفتیم اینکه مکس کوروزه میخواد مثلا اینکه بیاد استقلال بعد اینکه مکس کروزه بیاد اون موقع شاید واقعا استقلال جون بگیره و بیاد برگرده به رقابت اصلی واسه قهرمانی بین سپان و پرسپولیس استقلال که چه شود اگه اینجوری بشود و همین بچه اینم هم نظرمون در مورد این بازی دم شما هم میگم که تا اینجا ویدیو همراهمون کردیدم بچه‌ها که تو لایو سی من بودن خیلی هم واقعا انرژی دارید مرسی ازتون اگه از ویدیو خوشتون من لایک سابسکرایب زنگوله یادتون نره تا ویدیوهای بعدیمون فعل حال